در این بخش از برنامه گزارشی داریم از جشنواره تئاتر خاورمیانه یا ری اورینت در شهر سان فرانسیسکو. این جشنواره توسط گروه ریسمان طلایی به مدیریت تورنج یقیازاریان برگزار میشه و از ارزش و اعتبار هنری ویژه‌ای هم برخورداره. جشنواره امسال که 3 هفته طول کشید با اجرای 10 نمایش کوتاه، 12 برنامه سخنرانی، کارگاه آموزشی و جلسه های پرسش و پاسخ به کارش پایان داد. همکارم آرش راد ما رو به سان فرانسیسکو میبره. جشنواره نمایش‌های کوتاه ری اورینت در شهر سان فرانسیسکو در شمال کالیفرنیا پس از اجرای 10 نمایش کوتاه و 12 برنامه سخنرانی، کارگاه آموزشی و جلسات پرسش و پاسخ در طول 3 هفته با اجرای برنامه موسیقی توسط حافظ مدیرزاده نوازنده ساکسیفون و گروه همراهش به کار خود پایان داد. جشنواره ری اورینت که امسال به شکل مفصل‌تر و با اجراها و برنامه‌های متنوع‌تری نسبت به سال‌های گذشته برگزار می‌شد، توسط تورنج یقیازاریان، مدیر و بنیانگذار کمپانی گلدن ترد یا ریسمان طلایی و با همکاری مادرش ویدا قهرمانی، بازیگر پیشکسوت ایرانی، 13 سال پیش با تمرکز بر روی نمایش خاورمیانه کار خود را شروع کرد و بعد از 10 دوره متوالی، امسال 11مین دوره آن بعد از 3 سال برگزار شد. فستیوال ری اورینت رو ما در سال 1999 شروع کردیم با این هدف که تنوعی که در خاورمیانه هست رو به تماشاگرای امریکاییمون نشون بدیم. یعنی ما گروه تئاتر گلدن ترد پروداکشنز ریسمان طلایی از سال 97 شروع به کار کرده بودیم، ولی در سال فقط 1 نمایش رو صحنه می بردیم و احساس کردیم به عنوان تنها گروهی که به اصطلاح قرار مظهر خاورمیانه باشه در امریکا، به نظر می اومد که 1 دونه نمایش در سال خیلی کمه برای اینکه بتونیم کل فرهنگ‌های مختلفی که در خاورمیانه هست رو نشون بدیم. و بعد به این نتیجه رسیدیم که خب بیایم یه فستیوال نمایش‌های کوتاه شروع بکنیم. و بعد چیزی که متوجه شدیم اینه که فستیوال برای اینه که بتونه اون چیزی باشه که می‌خوایم، یعنی اون پتانسیلی که داره رو واقعا بتونیم به نتیجه برسونیم، احتیاج به برنامه‌ریزی طولانی‌تر داریم، احتیاج به فاندرایزینگ بیشتر داریم، با بودجه بیشتری باید این تهیه بشه. و برای اینکه بتونیم این کار رو بکنیم تصمیم گرفتیم 3 سال یک بار فستیوال رو تهیه بکنیم و رو صحنه ببریم و الان 2012 در واقع اولین فستیوال بعد از 10مین سالگرد. این جشنواره که تمرکز خود را بر روی موضوعات مربوط به خاورمیانه و آشنایی ملیت‌های مختلف با این موضوعات خارج از تعبیرها و تفسیرهای موجود در خبرها و رسانه‌های جمعی گذاشته است، هر ساله هم از کارهای نویسندگانی از خاورمیانه با موضوعات مختلف و هم کارهایی با موضوعات مربوط به خاورمیانه از نویسندگان متفرقه معاصر و کلاسیک نمایش‌های مختلف و تجربی را به روی صحنه می‌برد. ری اورینت به طور کلی نمیتونم بگم تم خاصی داره. به طور طبیعی وقتی که خودش داره اتفاق می‌افته، هنرمندا دارن عکس العمل نشون میدن به وقایع روز و واقعیت دور و برشون. با اینکه نوشته‌ها فرق می‌کنه، با اینکه نویسنده‌هاش فرق می‌کنن و از کشورهای مختلف هستن، ولی وقتی که پشت سر هم این نمایش‌ها رو می‌بینی، یه ارتباط عجیبی اینا همه با هم دیگه دارن که مثل اینکه ناخودآگاه پیش میاد. نه، در برگزاری جشنواره امسال که بخش عمده بودجه آن توسط مؤسسات دولتی و غیر دولتی و کمک‌های مردم و بخشی از آن نیز از فروش بلیط تأمین شده، یک گروه 9 نفره از ماه‌ها قبل برای برنامه‌ریزی و هماهنگی‌ها با افراد مختلف برای نشست‌ها، تمرین‌ها و سخنرانی‌ها همکاری کردند. It's just really important for a company like us who's representing the Middle East to Evren Ochikin, کارگردان اهل ترکیه است که 7 سالی است با این کمپانی در رشته‌های مختلف همکاری کرده و امسال 2 کار کوتاه را نیز کارگردانی کرده است. او میگوید برای کمپانی مثل ریسمان طلایی مهمه که خاورمیانه و تنوع در اون مناطق رو معرفی میکنه. شکل این فستیوال که کارهای کوتاه نویسندگان از محل‌های مختلف با تنوع در موضوع و اجرا میان و این تاثیر مهمی روی تماشاچی میذاره. فستیوالی مثل این به ما اجازه میده که داستان‌های متنوعی رو درباره اونجا بگیم، برای اینکه دیگران بفهمند که ما کی هستیم، از کجا اومدیم، چه چیزهایی برامون مهمه و بهش اهمیت میدیم. دزدمونا چانگ کارگردان اهل تایوان است که 2 نمایش کوتاه در برنامه امسال کارگردانی کرد. او میگوید شما اطلاعات مختلفی رو از طریق اخبار، مطالعه روزنامه یا رفتن به کتابخونه میتونید به دست بیارید.
اما نمیتونین تجربه واقعی و داستانهای شخصی و ارتباطات رو از نزدیک لمس کنین. این یکی از قسمت‌های ارزشمند این جشنواره است. امسال سخنران اصلی در برنامه سخنرانی‌ها و نشست‌ها که طی 2 روز برگزار شد، حمید دباشی، استاد مطالعات خاورمیانه در دانشگاه کلمبیا بود که درباره هویت و هنر در شرایط متغیر کنونی صحبت کرد. سایر سخنرانی‌ها نیز به موضوعات مربوط به خاورمیانه و مشکلات و مسائل هنرمندان در این شرایط از جنبه‌های مختلف اختصاص داشت. حافظ مدیرزاده، نوازنده ساکسیفون که همراه با گروه تلفیقی از ملودی‌های جاز غربی را با ملودی‌های ایرانی در پایان برنامه اجرا کرد، می‌گوید: من فکر می‌کنم ایده این برنامه اینه که بفهمیم ما همگی ویژگی‌های مشخص و مشترکی داریم که با وجودی که به نظر مخالف هم میان، اما میتونن در کنار هم همدیگر رو کامل کنند، حتی اگر در 2 جهت متفاوت باشند. کافی نیستش که ما مثلا بگیم ما آدمای صلح‌جویی هستیم که حالا هممون با هم دیگه مثلا دوست باشیم و این حرفا. الان چیزی که مهمه اینه که اصلا باید بری دنبال اینی که تغییر بدی ذهنیت آدم. باید خیلی مشخص بریم دنبال اینی که یه گروهی هست، یه آدمایی هستن، حالا یا از روی نادانی یا از روی هر چیزی دارن حمله میکنن به ما، به تاریخمون، به فرهنگمون، و مهمه که ما باید برخورد بکنیم با این، و اینو نمیتونیم ساده باهاش برخورد بکنیم. آرش راد، صدای آمریکا، سان فرانسیسکو.